چرا؟ امروز توی این ویدیو یه چالش خفن داریم. قراره با هم دیگه یه سری خوراکی واقعی و یه سری خوراکی پاستیلی رو تست کنیم. البته خوبیش اینجاست که ما قرار نیست این کارو انجام بدیم. جینا و ریچل قراره اینا رو تست کنن. سلام، چطورین؟ من ساغرم. خوش اومدین به کانال وی اکتور. قبل از اینکه بریم سراغ چالش، میخوام بگم که ریچل یک یوتیوبر موفقه، 15 میلیون سابسکرایبر داره و حسابی ویدیوهاش ترنده. بریم ببینیم که چه چیزایی رو قراره که تست کنن. سلام بچه‌ها، من ریچلم و ایشون جینا. تو این ویدیو قراره یه چالش باحال بریم. سابسکرایب یادتون نره. بنگوله هم همینطور. امروز چالش غذای واقعی در مقابل غذای پاستیلیو داریم. کاری که شما ازمون خواسته بودید. ازتون ممنونیم. ما رو تو تلگرام دنبال کنید اگه تا الان این کارو نکردید. یه حرکتی بزن. خب اینجوریه که ما یه غذای واقعی داریم و یه غذای پاستیلی. یا آب نبات پاستیلی؟ آب نبات پاستیلی؟ غذای پاستیلی آب نباتی. غذای پاستیلی که قراره مثل غذای واقعی باشه. مثلا خوراکی‌ها رو قراره دوستامون انتخاب کنن و نمیدونیم قراره چی گیرمون بیاد. حتی نمیدونیم خوراکی‌ها چیان. تصمیم گیری با دوستامونه. امیدوارم اونا هم دوستمون داشته باشن. خیال باش. هر چی تو سینیه رو باید بخوری. آره. میدونین همه چی رو به راهه. ما اینجا لیوانه. آب و سطلم داری. میدونین که برای چی؟ به سلامتی. خب بچه‌ها، بریم برای ادامه ویدیو. هیجان داری یه ترسیدی؟ همیشه دلم میخواست تو این ظرفا غذا بخورم ولی نه تو این شرایط. نه اینطوری نه. خیلی خوب. خب شما با این نوشته ها زودتر میفهمید چی در انتظارمونه. حاضری بازش کنی؟ خیلی برد نیست. پاستشو بخوای. میترسم کرم گذاشته باشه. خب کرمای پاستیلی هم آره داری. اما من اصلا نمیخوام. اونو نمیکنم. یک دو سه. آخ. بدان بد نیست. ببینم این فلفل تونده. این پاستیل فلفلی ها چی؟ من که از وضعیتم راضیم. وای این ترد ترین فلفل دنیاست. چرا اینقدر گازه؟ خوشبختانه شیرینه. در کل خیلی تونده. آره. چرا اینقدر گاز بزرگ برداشت؟ این قیافش هم مشخصه که یه فلفل کنده، به خاطر اینکه هم براقه هم خیلی صافه. بعد من باشم همچین ریسکی نمی کنم اینجوری. عزیزم شیر، شیرم الان جواب میده. مرسی، اما این مال من بود. خدا رحم کنه، من ترسیدم. کاسه چشم؟ امیدوارم مثل چشمی که توی کله پزی میدی سفارش میدی، امیدوارم اونجوری باشه. ماده سر جای خود. حالا چشم تو چی؟ چه بوی گندی میده. خدا رو شکر خوبه که واسه من نیست. باباغوری شدم. دست آدم بشنست جالبی نیست. یعنی چه مزه ایه؟ از دستت رفته. وای خدای من بهش نگاه نکن. عمر چطوری ساکتی؟ منم آروم نیستم. ببین من اصلا نمیدونم چشم چی بود. بعد نپخته بود، بعد بو میداد، یعنی مثلا یه تیکه گوشت فاسد. چجوری خوبه؟ تو بریم سرق بعدی. سیبیل؟ الان خودمون خراب میکنم. آی این سیبیله. آی خدای من چه کفتیه؟ این یه بشقاب بلند یه بشقی ماشین رنگی نیست. از کجا آمدن؟ باید اینو بخورم؟ آره فکر کنم. نیاز به کلاه ایمنی دارم. فکر کنم باید لیستش بزن. نمیخوام ببینم، به خاطر اینکه دیدی آدم یه مو توی غذاش باشه، اگه آدم حساسی نباشه که هیچی، ولی اگر که حساس باشی یکم، وقتی که مو توی غذات میخوری حالت تهوع میگیری یا نزدیکه که بالا بیاری. من اینجوریم. بعد غذا رو به کام بقیه که سر سفره هستن هم زهر میکنم. این قشنگ یکی سیبیلاشو گرفته شیده بعد ریخته این تو. قشنگ فکر نمیکنم بخوره. خیلی حال به هم زنه. خوشی آره. شانس پیتزا. پس پیتزای پاستیلی ماره من شده، اعتراضی ندارم. چی شد؟ ببینم
پس چی تو جعبه است؟ نکنه میخوان مسخرم کنن؟ خیلی بد نبود اوکی فکر کنم یه استراحتی گفت بهشون بدم حالا تا بعد. من که حالم خوب بود. خیلی کیف داد. کرم؟ امکان نداره کرم باشه واقعی. مثلا سوخاری چیزی. از این چینی ژاپنی، از اون چینی ژاپنی هست. بگی. آه! وای خدایا. اینا زندن؟ چقدرم سنگینه نمیتونم ببینمش فقط بخوایم چشمامو ببینم خدای من نه دارم رگشو میبینم نمیخواد بگی داری چی کار میکنی؟ چیزی نیست اینا مثل پاستیلن کجاش مثل پاستیله واقعا داره برش میداره برش داشت واقعا خدای من نمیخورم چرا؟ متاسفم بوسه دارم خدای من ما داریم که کار میکنیم چرا؟ خوش میگذره آره خوش میگذره چجوری اینقدر جمع میشن؟ خدای من لعنت بهش ای کی پی پی کرد؟ بچه ها شما باید این ویدیو رو حتما لایک کنید چون کار زیادی عجیبیه و من هیچ وقت انجامش نمیدم خدای من وای وای داره تکون میخوره حالت خوبه؟ میخوام اینا رو زود برگردم همین جایی که بوده مطمئنی؟ آره نه من باورم نمیشه این کرما واقعا دارن تکون میخورن بعد بعدش کجا شده؟ امیدوارم آخر مسابقه آخر این چالشه مثلا بگه اونی که برنده شد یه پولی چیزی میبره یه هدیه چیزی میبره این خیلی بی خوده اگر که هیچی تهش نباشه خیلی بد بود اینا چیه نشون آدم میدین آخه خیلی بد بود واقعا پیپی کرد کرمه بریم بعدی تخم مرغ خام میگم دیگه بدتر از قبلی که نمیشه میشه؟ یه خرس آره خرس یه تیکه از یه خرس باشه خیلی خوب آماده ای؟ حالا تخم مرغ خام معلوم از وضعیتم راضیه اما از من خامه موفق باشی اینو چطوری بخورم؟ اینجوری نیاز دارم به واقعا چرا داریم این کارو میکنی؟ واقعا چرا؟ دن 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 قورباغه دارم فکر میکنم که یه سری از کشورها قورباغه مثلا پای قورباغه یه غذاییه که سوخاری میکنن و مثلا اوکیه و من اینو از کجا شنیدم یه خاطره از یکی از دوستایی که رفته بود فکر کنم ژاپن یا نمیدونم یکی از کشورهای آسیایی این خورده بود یه غذایی که خیلی خوشمزه بود خیلی دوست داشت بعد رفته بود از سرآشپز پرسیده بود که این غذا چیه گفته بود که پای قورباغه بود اینا دیگه هیچی بالا آورده بود کامل بعد از اینکه فهمیده بود چی بود غذا ولی الان واسه همین من حدس میزنم که سوخاری باشه امیدوارم پای قورباغه واقعی نباشه مثلا قضیه کرما که حدس زدم سوخاری باشه ولی نبود بریم یعنی چیه؟ سوخاریه این پای مرغه؟ اینا پای قورباغه هست وای خدا وقت کرم ریختنه تموم شد نوبت خیلی بد به نظر وای خدا خدای من نمیشه جویدش من فقط تو ذهنم یه قورباغه کوچیکه از پس اینم بر اومدم خیلی بد نبود قورباغه به نظرم جینا خیلی شانس آورد بهتر از کرم ما همه پیرو قاشق شنگالیم بر سر سفره ها چی میگی تو وقتی گاز میزنیم لایه هاش اصلا باز میشن انگار واقعیه خیلی باحاله نگاه کوهو هم داره یعنی کی؟ خب همبرگر واقعیه من هی داشتم به این فکر میکردم که الان مثلا این همبرگر میخوره بعد مثلا همبرگر یه چیزیه مثلا یه گوشت کانگورو مثلا میدونستیم گوشت کانگورو توی استرالیا میخورن پس توی سوپرمارکت گوشت کانگورو میتونی بری بخری مثلا همبرگر گوشت کانگورو مثلا فکر کن
بریم. درست کرده. خیلی خوبه. به همین راحتی سرگرم شد. دقیقاً خیلی باله. واقعا خوشم اومده. فکر می‌کنی بزنمش به صورتت می‌چسبه؟ امتحان کن. این به درد بازی بچه‌ها می‌خوره. دقیقاً غذاییه که پدر مادرها عاشقش میشن. اینجا رو باش. جینا. من میدونستم. استخون. حدس من از استخون اینه که مثلا مثل این توی آبگوشت یا توی خورشت مثلا مرغ استخون برمیداریم بعضی ها میخورن. That's okay دیگه، اگه باشه نرماله دیگه. بریم. میدونستم، دقیقا میدونستم لیوان آب میوفته. این استخونه چیه؟ این که خوراکی نیست. استخونه آدمیزاده. الکی نگو. اگه این استخون برا تو میومد چی کارش میکردی؟ میخوردمش. آقا استخونه رو یکی قبلا خورده کشه. احساس میکنم هرچی که مرغ بوده تو تهش مثلا کنده این ریشیشی های مرغ رو. این استخون دهنیه. بریم بسرم بریم. واقعا داره میشکنه. من آره؟ افتاز بگیرن میشکنم. این استخون مرغه. هر کوفتی از خیلی بو میده. بین کرم و ماهی بیشتر دوست دارم ماهی رو بخورم. ماهی؟ این ماهی مونده است. بچه به من ماهی مونده دادین؟ چرا دماغتون رو گرفت؟ چه حالی میده با غذا بازی کنی؟ آخه من از ماهی متنفرم. این دقیقا چه مدل ماهیه؟ شبیه ماهی سالمون یا قزل نیست. انگار یه جورایی لزجتره. شاید هم همونه، فقط گندیده. راست میگه، شبیه ماهی سالمونه ولی رنگش اونی که باید باشه نیست انگار. من احساس میکنم ماهی خام گندیده است. ما خورد الان اینطوری خوشحال و خندانه یا چی؟ خیلی بوی بدی میده. نه. امیدوارم بعدش یه غذای خوشمزه بهشون بدم. سه صبح هنوز بیداریم. بمیرم برات دلت. اجرای این چالش کار بزرگی بود. بیاییم ببینیم چند نفر با من خمیازه کشیدن. خب بچه ها اینم از این چاله. وای خیلی بد بود. زش یا نه؟ ما کلی ویدیوی سرگرمی تو کانالمون داریم. ما رو سابسکرایب کنین، یه ویدیوی چالش دیگه هم براتون داریم. چقدر دستش عجیبه. خدا اصلا نمیدونم چی تو دستمه. فکرش کردم. باورم نمیشه. این الان با ماهی تموم کردم غذا رو. بعد اینقدرم ریلکسم. خب یه جایزه نشون میده یه غذای خوشمزه یه نوشیدنی بشوره ببره. چرا بعد معرفت بودم؟ خیلی به نظرم بامزه بود. من خیلی لذت بردم. خوش گذشت واقعا. خیلی چالش باحالی بود. یعنی من به هیچ عنوان حاضر نیستم از این چالش ها برم، به خاطر اینکه احساس میکنم دوستیم با دوستان اطرافم کلا به فنا میره اگر که بخوان از این بلاها سر من بیارن. و خودم همچین کاری نمیکنم با کسی. خیلی برای خوب بود. امیدوارم شما دوست داشته باشین. اگه دوست داشتین حتما لایک کنین ویدیو رو که من بدونم دوست داشتین. و اگر همچین چالش هایی رو با دوستاتون داشتین قبلا، بازی کردین یا بازی شجاعت حقیقت که بازی میکنن اتفاق افتاده، از این خاطره ها بگین واسم. دوست دارم که بدونم چه کارهایی انجام دادین اینجوری چالشی. راستی سابسکرایب کن که ویدیوهای خفن بعدی هم همچنان تو راهه و قراره که پربازدیدترین ویدیوهای یوتیوب رو واسه تون دوبله بکنیم، ریاکت بریم و بذاریم توی کانال و دور هم کیف کنیم. مواظب خودتون باشین تا ویدیوی بعدی ویکتور. خدافظ.